دفتر نمایندگی سازمان ملل در افغانستان طی گزارشی اعلام کرد که کابل یکی از خطرناکترین و ناامترین مناطق در افغانستان است و به همین دلیل اروپا باید اخراج پناهجویان افغان را متوقف کند. به گزارش وبسایت دیدبان حقوق بشر کشور سوئد در سیوم مارس 20 تبعی افغان که درخواست پناهندگیشان آرد شده بود را از این کشور اخراج کرد و کمتر از یک هفته پس از آن در سوم جوان یک نوجوان از بین آن 20 نفر در انفجارهای کابل جان خود را از دست داد این پناهجوی افغان از ولایت غزنه بود بر اساس این گزارش مقامات سوئدی به دلیل ابهام در داستان زندگی وی و نیز زندگی طولانی مدت او در کشور دیگر درخواست پناهندگی این جوان را رد کرده بودند کشورهای اروپایی در شرایطی درخواست پناهندگی پناهجویان افغان را رد می کنند که ناامنی و بی‌ثباتی افغانستان را تکذیب نمی کنند. بسیاری از پناهجویان نیز که از دیگر مناطق افغانستان به کابل فرستاده شده اند تنها به شمار یک و نیم میلیون آواره داخلی این کشور می افضاید. این گزارش افزود با این حال افغانستان امنی است. حمله یه بزرگ انتحاری در چهار راه زنبق که بیش از 500 قربانی برجا گذاشت و حمله انتحاری دیگری در مراسم خاک سپاری در دو روز پس از آن گواه بر این موضوع است. همچنین دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما در گزارشی در ماه فوریه نوشت کابل یکی از خطرناکترین و ناامترین مناطق در افغانستان است. دو روز بعد از حمله تاری در نزدیکی سفارت آلمان در کابل، دولت آلمان به درستی اخراج پناهجویان افغان را به حالت تعویق درآورد. در انتهای یادداشت دیدبان حقوق بشر نیز آمده است که دیگر کشورهای اروپایی نیز باید اخراج پناهجویان افغان را متوقف کنند و نماید پناهندگان اخراج شده بیشتری جان خود را از دست بدهند تا ناامن بودن کابل برای بازگشت پناهجویان آشکار شود.